آره همه پولا رو آوردین؟ آره میخوای ببینیم؟ نه ما اطمینان داریم. بدش بیا بگو ببینم خودش چی شد؟ جانی رو میگم حرف بزن. اونا با ماشین افتادن تو دره، جانی کشته شد، ما هم فرار کردیم. جانی کشته شد. خاطر جمعی که اون کشته شده؟ حرف بزن بگو ببینم چی شده. آره رئیس، با چشای خودم دیدم، خاطر جمع باشی. خیلی خوب، پولا کجاست؟ جاش امنه؟ جنسا چی؟ پولا پیش ماست و جنسان جای امنیه، خیالتون راحت باشه. گوش کن ببین چی میگم، به هیچ کس از این جریان حرفی نزن. مواظب باش پلیس چیزی نفهمه، نمیخوام کسی از این جریان بویی ببره. متوجه شدی؟ اطاعت میشه. اله خب شماها دیگه هیچ اقدامی نکنیم، من خودم تماس میگیرم، جای همیشگی، فهمیدی؟ باشه رئیس، جای همیشگی همین امشب. آره همین امشب. قربان سلام از میکنم. هیچ قربان سلامت بنده خانه تو دیگه کار اینجا بفرمیم نیست مالی نست. رو من نمی‌پرستم.
گوش کن پسر، من فکر میکنم بهتر از هم جدا بشیم تا آبا از آسیاب بیافته. باشه رئیس، هر طور شما صلاح میدونی. ببینم پولارا آوردین؟ آره تو ماشینه، یه مراقبم داره، ولی باید سهم ما رو بدین. خیلی خوب، حالا بدون اینکه توجه کسی رو جلب کنین اول شما ها بریم بعد من بهتون ملحق میشم. باشه رئیس. سلام عرض میکنم قربان، خیلی خوش اومدین شما. سلام. سلام جانی، پس تو هنوز زنده ای؟ الحمدلله، از صدقه سر شما قربان یه نفسی میاد و میره، خدا رو زنده دار مرده بشون. الحمدلله، ولی جانی خیال نکنی که من تو رو به پلیس لو دادم. پلیس؟ جانی؟ ملتفه نشونم قربان. نه جانی، تو نباید منو بکشی، این کار بچه ها بود، اونا به منم خیانت کردن، حرفامو باور کن جانی. البته که باور میکنم قربان، شما و دروغ، استغفرالله. چه؟ پس چرا اینجوری منو نگاه میکنی؟ ها؟ اختیار داری قربان، چجوری نگاه میکنم؟ جسارت به شما نمیکنم. جلو نیا، تو رو خدا جلو نیا. بابا اجازه بده دست مبارکی کنو. نه منو نکش، تو رو خدا نکش. من زگی کی باشم که بخوام به شما جسارت کنم؟ شما اشتباهی گرفتین، اسم من جعفره نه جانی، بهم میگن دوبل. من به حرفات اعتماد ندارم جانی، تو اومدی منو بکشی، ولی اینم بدون کجه بخوای اینجا تیراندازی کنی همه مردم میفهمن، اون وقت دوباره گیر میافتی جانی. گیر میافتی؟ نه، ولی من نمیخوام تیراندازی کنم. پس میخوای؟ ولی من نمیزنم، من الان داد میزنم و مردم خبر میکنم. کمک کنی. شما رو دو خوب نید نه جانی، کمک کنی، به من ره کنه جانی. جلو نیا، طور خدا جلو نیا، کمک کنی. این میخواد منه بکشه، کمک کنی. دوب بگونه بدر خرید، خدای خودم به تو سپرده، صد دفعه گفتم یه گلاس کمتر بخو، سوختم خودم. تا حالا یه همچی تن و بدنی دیدی؟ ندیدم، هیچ وقت ندیدم. الو، اداره پلیس. شما خیلی خوشگلی رو، به خدا راست میگم، باور کنی. دلت میخواست کی؟ مال تو بود؟ پس چرا حرف نمیزنی؟ ده یه چیزی بگو، ده بگو، بگو منو دوست داری یا نه؟ از من خوشت میاد؟ آخی تو چی بگم؟ خوش نمیاد؟ تو پال، من خیلی وقت از نگاه ها و رفتار تو حس میکنم که تو دلت یه خبراییه. من شما رو از تمام زنهای دنیا بیشتر دوست دارم. نه خانوم، دلت میخواست من زنت میشدم؟ دلت میخواست با هم عروسی میکردیم؟ عروسی؟ آره عروسی.
من آدم فقیری هستم نازو خانم. من نه پول دارم، نه خونه زندگی، نه یه کار درستی حسابی. چی دلش میخواد یا چی حاضر میشه زن من بشه؟ ولی شما خیلی ها هستن که دلشون میخواد با شما عروسی کنن، که همه چی دارن و سرشون به تنشون میارزه. چه شبایی واسه تون گل میارن، چه پولایی که به پاتون میریزن. ولی من چی؟ هیچ. خیلی ها هستن که همه چی دارن اما یه جو غیرت و مردونگی ندارن. آدمو فقط واسه عشقشون میخوان، اما بعد از یه مدت که هزار جور بلا سر آدم آوردن، بعدش میزنن به چاک جده. هیچ کدوم مرد زندگی نیستن. آره درسته، آره. این روزا مرد پیدا نمیشه، خیلی کمه. ولی من دنبال یه نفر میگردم که منو دوست داشته باشه و منم اونو دوست داشته باشم، مثل تو. اینو چطی میگی؟ باورم نمیشه. شما منو دست انداختی. آخه من یه کارسونم. خب مگه چه فرقی میکنه که تو چی هستی و چی هستی؟ مهم اینه که منو دوست داشته باشی. من شما رو دوست دارم، ولی اگه ارباب بفهمه منو با تیپا بیرون میکنه. شایدم هزار جور کلک و پاپوش بزن بچینه. ما که نمیذاریم اون بفهمه. من نمیدونم چی بگم. شایدم خوشحالی دبونم بند اومده. خیلی خوب، حالا دیگه باید بریم، نباید زیاد معطلش کنیم، ممکنه بو ببرم. آره، پس بذاری من ساکتون رو بردارم، سنگین شما قول میشین. تو رو مدی از این خوب بیزاریم. کاری داشتیم؟ بله قربان، پلیس نازی خانم و توپولو دستگیر کرد. میگفتن اون همون جانیه که سه نفر رو کشت. جانی؟ بله قربان، اونا رو با دستمن بردن اداره پلیس. خیلی خوب، تو برو سر کارت، حواستم جمع کن، فهمیدی؟ اطاعت میشه قربان. الو، گوش کن پسر، به بچه ها بگو دیگه آفتابی نشن تا وقتی که خودم خبر بدم. فعلا وضع بحرانیه، حتی تلفنم نکن. اگه کاری باشه یا لازم بشه من خودم تماس میگیرم. دستور بفرمایید هر چه زودتر نتیجه آثار انگشت و تطبیق اونو فورا برای من گزارش کنن. من در دفترم منتظرم. متشکرم. متاسفانه اوراق هویت نمیتونه مؤثر واقع بشه. یه آدم بعضی وقتا میتونه با چندین اسم زندگی کنه. ولی قربان، من 10 سال تو این کاباره کار میکنم، همه منو میشناسن. من اهل هیچ فرقه ای نیستم. تو رو خدا باور کنین آقای رئیس. بسیار خوب، بالاخره معلوم میشه. دوستان و همکارانت اینجا هستن، اونا باید تو رو شناسایی کنن. ضمناً انگشت نگاری وضع تو رو روشن میکنه. انگشت من از اول ده تونم، حالا هم ده تونم. بگی نفر اول بیا تو. اطاعت کن. بفرمایید. قربان سلام عرض میکنم. سلام جانم، به این مرد خوب نگاه کنیم. سلام قربان، شمایی؟ سلام عرض میکنم. در زمینم بدون اینکه شهادت دروغ مجازات شدیدی داره. سلام، منم. سلام. این همون جانیه؟ بله قربان. یعنی البته نه، ولی خب چه عرض کنم. با مادم نومه کن. یعنی میدونین جناب رئیس، شما از چیزی میترسین؟ معلومه قربان، آخه از اونجا که زود باشین، وقت رو تلف نکنین، حرفتونو بزنین. شما دیگه نباید بترسین، اون توی دست پلیسه و کاری نمیتونه بکنه. از اول شما کاری نمیتونه چی بکنه؟ مسلمه قربان.
لعنتی، گنده عوضی، بالاخره گیر افتادی؟ حالا من آزادم و تو گرفتار. خودش قربان، همین جونوره. نه تنها سه نفر با گوله کشته، بلکه هزاران جوان بیگناه و ناکام مردم و گرفتار اعتیاد خانمان سوز کرده. جوانایی که ذره ذره جونشون رو این کار گذاشته. حرف دهنتو بابا، مرگی که به دست دو. آخه نام و سلمو، مگه من چی کاره کردم که تو بی خودی با من دشمنی میکنی؟ ببن در اون گانت و پدر سوخته ی نامت. وقتی دارت دادن، اون وقتی که همه دستت راحت میشن. خیلی خوب، کافیه، دیگه با شما کاری ندارم. ولی قربان، من تأمین ندارم عیادی بیرحمش منه میکشن، یه کاری بکنی. مطمئن باشین پلیس هر دقیقه با هر ثانیه آماده است تا به شما در هر جایی که لازم باشه کمک کنه. خیالتون راحت باشه، بفرمایید. متشکرم. نخواه بعدی خدا سایتون از سر ما کم نکنید. قربون شما، خدا حافظ شما آقای رئیس. سلام قربان. سلام آقا، شما مدیر کاباره هستی؟ بله قربان. این آقا کارمند شماست؟ جون. سلام آقای مدیر، منم. اینا من عوضی گرفتن، منم. بگی من عوضی گرفتن، بگی. بله، اون 10 سال کارمند منه. هیچ وقت با هم دمخور بودی؟ نگفته. اون فقط یه پادوه. من فقط یه گارسونم. ولی من به اون ایمان دارم. میفهمم. خب حالا خوب به این عکس ها نگاه کنین و نظرتون رو به من بگین. چیز عجیبیه، خیلی عجیبه. این عکس مال توپله؟ این عکس مال من نیست عربا، باور کنی، حاضرم قسم بخورم من کسی رو نکشتم ارباب جون. قربان واقعا حیرت انگیزه. با اینکه جنایت و شرارت از این آدم خیلی بعید به نظر میرسه، ولی هیچ چیز غیر ممکن نیست. گفتم که ما با هم هیچ وقت دمخور نبودیم. یک سلام و یک خداحافظ، این گفتگو یه چند ساله ما بوده. در مورد این عکس ها حرفی نداریم؟ نه، این عکس مال توپله. آقای مودی، شما به اشتباه میکنی؟ این عکس مال من نیست. بس دیگه، ما تیکه یه خونی. هیچ میدونی اگه این موضوع در جرایید منعکس بشه، من دیگه باز در اون صاحب مرده رو گل بگیرم، از نون خوردم بیافتم. بفرمایید، دیگه با شما کاری نداریم. بفرمایید. خدایا، خودت به دادم برس. یا قبل بریاش، تو خودت میدونی که من بیگناهم. آقای رئیس، به حرفای من توجه کنید. من حاضر قسم بخورم که اشتباه شده، من کسی رو نکشتم. تو رو خدا جون بچه هاتون یک کاری بکنید، من گناهی ندارم آقای رئیس. با این که اکثری اونو دیدین و تمام اتهاماتشو شنیدین، بازم هویت ندارین و این کار میکنین؟ اون کسی رو نکشته. تا اینجا بازپرسی علیه شماست خانم، این کار شما رو در جرم اون شریک میکنه و شما به این وسیله همدستی خودتون رو با اون تایید میکنید. تمام همکارانش علیه اون شهادت دادن. بهتر حقیقت رو به این خانم. ما به شما یه فرصت دیگه هم میدیم. من هیچ فرصتی نمیخوام. ولی خانم، اون صریحا اعتراف کرده. شما باید به فکر خودتون باشید. اون اعتراف کرده و به عنوان همکار اسم شما رو برده. توف به گور پدر خرش کنه. توف نامرد بی همه چیز. خیلی خوب باشه، حالا من باید چی کار کنم؟ به خدا من بیگناهم،
من اصلا اونو نمیشناسمش، فقط یه دفعه تو کاباره با هم آشنا شدیم، همین. آقا من نمیخوام تو هچل بیفتم، تو رو خدا یه کاری بکنی. آی رئیس، تو رو خدا به من رحم کنی، من به جز یه مادر پیر کسی رو ندارم، اونم تو ولایت غربت، تمام چش امیدش به منه. خیلی خب خانم، حالا بگیم ببینم اون سه نفر رو کی کشته. معلومه اون کشته. اون منم تهدید کرد که نباید به کسی بگم، گفت اگه بگم منم میکشه. اون به زور اسلحه منم تهدید کرد. حاضرم قسم بخورم. جناب اصحارات خانم رو یاد داشت کنیم. من یه سیگار میخوام آقای، یه سیگار. بفرمید. مرسی آقا، تو رو خدا به من کمک کنید. شما تحت حمایت پلیس هستین، هر چی میدونین بگید. من چی بگم؟ اون تا حالا به اندازه موهای سرش آدم کشته، اون یه حیوان خونخاره، خیلی هم خطرناکه. حتماً یه کسی با من دشمنی کرده. جنوب بچه ها تو به من رحم کنی، جنوب همشیره تو رحم کنی، من گناه. قانون باید وضع تو رو روشن کنه، از دست ما خارجه. قانون آخری اجازه میدیم قربان؟ نازی خانوم، سلام. من اعتراف کردم، قاتل همین مرده. بسیار خوب، پرونده تکمیله؟ بله قربان. چرا دروغ میگی نازی خانوم؟ آخه مگه من به شما چیکار کردم؟ حالا کجاشه دیدی نامرد؟ میخواستی به من کلک بزنی؟ میخواستی منو اخفال کنی؟ داشتی منو شریک جرم خودت میکردی؟ هنوز خیلی چیزا مونده که به پلیس نگفتم، باشه تا روز محاکمه. خانم پلیس از همکاری شما تشکر میکنه، منتظر باشین تا وضع شما روشن بشه. جناب رئیس، اثر انگشت جانی و گزارش. خب با اثر انگشت این مرد تطبیق میکنه؟ قربان همونطور که میدونید ما بیش از 110 فقره اثر انگشت جانی رو داریم که هیچ کدوم از اونها با اثر انگشت این مرد مطابقت نمیکنه. بنابراین ادعای این مرد مبنی بر این که اون یک گارسون کافه است از نظر پلیس کاملا درسته. نگفتم قربان، خدایا خدایا شکره. قربان عرض نکردم من جانی نیستم، اسم من جعفره. آقای رئیس، حالا من میتونم برم؟ بله نازی خانوم. خودتونو خدایا خدایا واقعا شکره. خانم پس اظهارات شما؟ من از اولش هم گفتم که اون بیگناهه. کافیه، وظیفه ما حفظ جان و مال مردم و بله امنیت بله اجتماعه. بله ما از شما عذر میخواییم و به خاطر همکاریتون متشکریم. حالا میتونین بریم. خیلی ممنون، پس من میتونم بله برم. بله نادی خانوم، من آزاد شدم، حالا میتونیم بریم خونه. پس بزن بریم خونه. بله بریم. جناب رئیس، بله، شباهت بیش از حد این آدم به جانی پلیس رو سرگردون میکنه. از این گذشته، این آدم وقتی از این در بره بیرون حد اکثر تا 2 ساعت دیگه دوباره دستگیر میشه. خدای من چه گرفتاری شدم؟ حالا من چه خاکی دیزرم بریدم؟ بسیار خوب، ما به شما نامه میدیم که در اون هویت شما توسط اداره پلیس تایید شده باشه و در صورت وقوع چنین مواردی با ارائه اون به پلیس هم مشکل شما و هم مشکل ما حل میشه. نامه رو تهیه کنید. قربان خیلی متشکرم، خدا بهتون عوض خیر بده. ولی حتی الامکان هیچ کس نباید از آزادی شما مطلع بشه. بله بله این که میفهمم. ضمناً 2 نفر پلیس شما رو تا جایی که لازم باشه همراهی میکنن، منتها با دستبند. با دستبند؟ بله. ما نهی نداری قربان، خیلی متشکرم. من دستبند بزنیم، پایبند بزنیم، پوزبند بزنیم. خبرنگارا رو در جریان نذاریم. مثلا من زندانی هم دیگه مگه نه؟ آقای اونجا نیکنم. آقای من نمیدونم، من فقط همین میشونم تو ببرم کنم. شما یه کاری با کنی من آزاد کنم. تو مجید آقای بفرمایید. بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. آقا باش. آقا خواهش میکنم بفرمایید. جناب سرکا وقتی میتونم یه سوالی ازتون بکنم؟ خواهش میکنم. نازی خانوم کجا؟ پشت ساختمون. پس بریم پیشش. جناب رئیس، جانی رو کجا میبره؟ اون جانی نبود. این ممکن نیست قربان، من اشتباه نمی کنم. متاسفانه چرا؟ حقیقته، آثار انگشت مطابقت نمی کرد. پس اون کشته شده؟
در اون اتومبیل کسی نبود. قاتل هنوز زنده است. قربان جانی منو میکشه، شما باید یک کاری بکنید، منو زندانی کنید. آزادی شما به ما کمک میکنه تا هر چه زودتر جانی رو دستگیر کنیم. خدایا به تو پناه میبرم. پیاده شو. چه قضی شد دایی؟ دو چون؟ بیگه باره اشکو. خیلی ممنون. باره بخو چاک شو. این خود من تو پلیش شو. بیا بروی عذب کیفی. بیا بیگه بکش. بگه دود کن. من که دودی نیستم. من ماهی دودی نیستم. من ماهی آزادم. بزم دود. خلاص شد. خب دیگه من باید برم. آخه چه خسته شدم. حرف داریم بخور. تو پر؟ بله نازی خانم. تو از من دلخوری؟ واسه چی باید دلخور باشم؟ آخه من داشتم تو رو تو درد سر مینداختم. ازم فکر نیجام نکنین نازی خانم. خب شما مجبور بودین. پس تو دلخور نیستی؟ نه جانمی تو پول. پس یه دود بگی. من دودی نیستم. بیا یکی که اشکالی نداره. بگی بکش. بگی بکش. با یه دودم دودی نمیشه. بلن که بکشم. سرطه این وری اون وری بدم تو یا کنم بیرون. دیدی کاری نداره. دیدی چیه؟ چت شد؟ تو پر بری نازی خانم. تو تنهایی؟ تنهایی بد دردیه. خیلی بده. آره خیلی بده. مگه شما تنهایی؟ آره تنهایی. تنها چرا؟ چرا؟ واسه این که کسی دیگه با ما کاری نبره داره؟ شما جوونین، خوشگلین. تو چرا تنهایی؟ تو چرا زن نمیگیری؟ کی میاد زن من بشه؟ کسی به من محل نمیذاره. خیال میکنه من دیوونه. تو پل، تو آدم خوبی هستی، قلب پاک و مهربونی داری. من که تو رو به مردای دیگه ترجیح میدم. شما داری منو مسخره میکنی، داری منو دست میندازی. نه اینو جدی میگم، من از تو خوشم میاد. تو چطور؟ من دیگه باید برم خودمون. باید برم خودمون. جواب منو نمیدی؟ من همیشه به فکر شما هستم خانم. من شما را از تمام زنایی که تو حالا دیدم بیشتر دوست دارم. میدونستم. من دیگه باید برم. دلم میخواست بیشتر با هم بودیم. کجا میری؟ منم همینطور. اما دیگه با خیلی دیر شده. دیگه باز شما بخوابیم. منم باز برم خونمون. دیگه زودتر برم. فردا میبینمت. باشه؟ باشه. بفرمین. مرسی. شب بخیر. بی همه چیز تو باید میمردی. تو با این کارات، با این آبروری زیاد بابا ننمونو دقمر کردی. حقش بود میمردی. تن لش
حقش بود که من میمردم. آره ولی میبینی که من هنوز زنده ام. تو یه بر میومدی اینجا من تو اچل میوفتم. آخه خدا رو گشته میوم کجا میرفتم گرم ساق؟ همه جا دنبال من میگردن، همه جا پلیس سایه منو با تیر میزنه. حالا فهمیدی که مجبور بودم اینجا تنها هستی؟ یه نفر دیگه هم هست. زنی که اون پایینه اون کاغذ بده به من. کدوم کاغذ؟ خودتو به خریت نزن گامیش. اون کاغذی که پلیس ها بهت دادن کجا؟ این کاغذ خیلی خوب. این کاغذ روزا مال منه، شبا مال تو. اینجا بمونی پلیسا پیدا میکنن. گوش کن چی بهت میگم احمق. اگه پلیسا کوچکترین بویی ببرن کشته میشه. حالا من باید بخوابم، تو بقیه به نوبت کشیش میدی. اما نباید کسی متوجه بشه. رئیس خاطرت جمع باشه، همه بچه ها سر پستاشونن. تا حالا که هیچ خبری نشده. خیلی خوب. تا بال تو باید مواظب اون زنی که باشی، فهمیدی؟ یادت باشه برای 5 نفر صبحونه درست میکنی، ذره زیادی هم نمیدونی. سیگار بدم خدمتون؟ بگیر، بچش. من یه تو که پا میرم بیرون، تو باید تو خونه بمونی و در رو به روی هیچ گیوه نکنی. یعنی هیچ کس نباید تو رو ببینه. باشه، من در رو نمی کنم، واسه هیچ گیوه نمی کنم، خودم هم نشون نمیدم. یکی اینا اینجا پلای تو میمونه، اگه دست از پا خطا کنی خیلی راحت و بی‌معطلی تو رو میکشه. حرفم شد؟ اون چه رو بدونه هم برید اینجا. علی باشی را بیفتیم. ملان شما چون فعلاً زد بیا. هفتی رو نه؟
من کاری نداشته باشی نه از من چی میخوایی؟ من که کاری نکردم، بذاری من برم، خواهش میکنم، بلم کنی، گردنم خورد شد، بلم کن، مردم بازی باشو، که دلشو تو تکون بده بلند شد چه صافا منتظر ما نبود اون رفیقت نگاه کن منو لو میدی ناکسای بی صفت خیانت به من جوابش مرگه فهمیدی؟ و حالا مثل یه سگ میکشمت نه نه منو نکشین هر کاری بگین میکنم به خدا من کاری نکردم رئیس شما رو لو داد تقصیر اونه من نه جانی تو رو خدا التماس میکنم خواهش میکنم یالا حرف بزن اون کجاست؟ نمیدونم حالا که نمیدونی بمیر ها؟ نه نه سم بهت میگم ولی آخه اگه اون بفهمه منو میکشه خواهش میکنم منو نکن خواهش میکنم ستی نداره که کسی رو بکشه تمام اشیا و وسایل اتاق عکس بگیرید. اثر انگشت قاتل یا قاتلین رو پیدا کنین و فوراً نتیجه رو به من اطلاع بدین. چند نفرم مأمور کنین که اطراف رو به دقت بگردن. این کار جانی آقای رئیس جای هیچ شکی باقی نیست. اون دنبال من میگشته که اونا رو کشته. بالاخره منم میکشه. تمام افراد ما برای دستگیری جانی بسیج شدن. دیر یا زود دستگیر میشه. اما تا موقعی که اونو دستگیر نکردم من تأمین ندارم هر آن ممکنه جلوی من سبز بشه گوش کنید آقا هنوز برای ما مسجل نیست که جانی این کارو کرده باشه و هنوز هم معلوم نیست که آیا جانی فرار کرده یا آزادانه توی شهر میگرده بنابراین ترس بیش از حد شما بیمورده جانی فرار نکرده اون توی همین شهره و اون دو نفرم اون کشته برای من مثل روز روشنه اون منی میکشه آقای رئیس منی میکشه میکشمش مثل یه سگ میکشمش حتی اگه به قیمت جون خودم تموم بشه ولی رئیس اول باز جنسا و پولا رو ازش بگیریم بعد بکشیمه دیگه برای من فرقی نمیکنه ما وقت زیادی نداریم دیر یا زود پیدا ما میکنه رئیس پس باید چیکار بکنیم؟ از اینجا میریم کجا میری؟ ما که پولی نداریم فکرشو کردم ما نمیتونیم بمونیم هر جا قایم باشیم پیدامون میکنن من دیگه باید برم گیرم میشه آخه خیلی خوب بیا این کاغذ مال تو فکر نمیکنم دیگه احتیاجی باشه که بهت چیزی بگم زبون سرخ سر سبزو به باد میده یادت باشه که من و تو برادریم من به کسی چیزی نمیگم خاطر جمع باش خاطر جمع تو پل وقتی اومدیم یه روزنامه و یه خورده مشروب بخر بیا باشی چش زمنان نباید از شبایی دیگه دیرتر بیای برو خدا رئیس، با اون اعتماد داری؟ من به هیچ کس اعتماد ندارم ولی مجبورم Thank you.
سلام عرض میکنم قربان. سلام توپو، من منتظرت بودم، بیا تو. بله قربان، البته باید منو ببخشینا، به خدا یه ساعت تو صف اتوبوس وایساده بودم قربان. نه توپو، اصلا فکرشم نکن، من تو رو به چشم اونایی دیگه نگاه نمی کنم. تو حسابت سواست، هر وقت که بخوای میتونی بیای و بری، این کاباره مال خودته. قربان داری خجالت هم میدی، نمیدونم چجوری از شما تشکر کنم، شما خیلی خوبی قربان. خب حالا بیا بشین، بیا بشین توپو، بیا. بنده غلط میکنم، به گور پدرم میخندم، بنده هیچ وقت اصارت میکنم قربان جلوی شما. تعارف نکنم، تو نباید دیگه با من تعارف کنی، ما با هم رفیقیم، بیا بشین. قربان این واسه من خیلی افتخار داری که جلوی شما. همینطور هم واسه این من. خب حالا میخوام به خاطر این رفاقت یه گلاس ویسکی با هم بخوریم. ولی قربان من که قابل نیستم، شما داری من خجالت هم میدید. این حرفو دیگه نزنی یا نه این حرفو نزن، تو با من شریک هستی تو پل، اینو چشته میخوایش که خیلی خوبی قربان. بیا با خب میخوریم به سلامتی تو و شرکت جدید خودم. ولی قربان میدونی من تا حالا نخوردم. پس تا حالا از زندگی چیزی نفهمیدی تو پر. بله حالا بخور ببین چه کیفی داره. کیف داری؟ چشم میخوره شو شما هم میفرمایین چشم میخورم و میخورم چشم. اجازه بفرمین که خودم گرد. سوختم. ببین سپل، تو آدم زرنگی هستی، من دیشب متوجه شدم. اختیار داری قربان، اینو با هم میگم. از یک طرف خوشحالم که حالا با هم شریک و رفیقین، و از یک طرف متاسفم که چرا زودتر تو رو نشناختم. خب ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. بله قربان درسته، من دیگه همیشه در نوکری حاضرم. نه توپل، تو باید نوکر خودت باشی و ارباب دیگرم. ولی شما خیلی حق به گردن من. نه توپل فکرشم نکن، ما میتونیم خیلی پولدار بشیم. من نوکر شما هستم قربان، تو رو خود خجالتم نده. ببین توپل، بهتره با هم خودمونی باشیم و تعارف رو بذاریم کنار. من جدی حرف میزنم، این کاباره مال خودته، هر وقت بخوایم بیا و هر وقت بخوای برو، هر چقدر میخوای بخور و هر قدر پول میخوای بگیر. در ضمن هر کدوم از این زنا رو که میخوای مال خودت. خوبه؟ قربان من بنده غلط میکنم قربان، هیچ وقت به خودم اجازه نمیدم پا معگیلی به خودم دراستر بکنم. میدینم شما بخواهم من امتحان کنی. نه نه تو پر، امتحانی در کار نیست. یعنی شما جدی میگم قربان؟ آره پسرم، زمنان از این به بعد تو دیگه گارسون نیستی، بلکه مدیر جدید این کابره هستی. از همین امروز هم میرم برات چند دست لباس بدوزم. ولی نمیدونم چی بگم قربان. من قربان نیستم، تو باید اسم کوچیک منو صدا کنی. من به تو میگم توپول، تو هم بگو مهدی. بگو ببینم، بگو مهدی، بگو دیگه. خیلی خوب. آمیدی یه چیزی میخواستم بپرسم قربان. میخواستم بپرسم چرا اینقدر به من خوبی میکنی؟ بذار بسات بده، واسه اینکه دلم میخواد، واسه اینکه تو الان 10 سال داری تو این کاباره کار میکنی، این حق توه. بله حالا میفهمی چرا؟ بله شما تو را هم خوردی. اینکه تو آدم زرنگی هستی و دهنت قرصه و راه پول در آوردن خوب بلدی. بله. فقط تو باید با یه آدم قابل اعتمادی مثل من شریک بشی، فقط همین. بله درست قربان. بس گفت قربان، گفتم اسم من مهدیه. من کیم؟ قرتی چی گفتم؟ یعنی که شما میتی هستی گربان. میتی دیگه. خب پس یه گلاس دیگه هم میخوریم. سلامتی خودمون که هرچی و هرچی میخواییم بشیم. چطوره؟ به سلامتی شما.
ببین حالا گوش کن فعلا یه مدتی استراحت میکنیم تا آبا از آفتاب بیفته و اون وقت شروع میکنیم. باش آبیتی بس یه گیلاس دیگه بریز بخوریم و یه سیگارم پشتش دود کنیم و سلامتی. سلام خانم، فرمایشی داشتین؟ سلام، به توپل بگو شام منو با یه خورده مشروب برام بیاره. چشم خانم، الان میگم براتون بیاره. فقط یه کمی زودتر، الان دیگه نوبتم میشه. چشم، همین الان. خدا دوز دارم، دوز دارم. خدا شما بودین؟ سلام عرض میکنم، مرسی. آقای موقعت بروشی فعله تاپال جون تاپال دیوونه کوشی؟ تو معلوم از چه چده؟ کجا رفتی؟ کجا قیام اینجایی؟ فوری شام نازی خانمو با یه گیلاس مشروب براش ببر. من پیشان نفهمیدم. گفتم شام نازی خانمو با یه گیلاس مشروب براش ببر. بستریم مایی تو منو نمیشناسی؟ چرا؟ گوش کن ببین چی دارم بهت میگم. اگه یه دفعه دیگه این دری بری یا بگی و با یه مش بودن خود میکنم. حالا برست در کارشو منازی خانومم ببرم. با کی هستی تو پر؟ ببینم بوری کنن؟ مشروب خوردی تو پر؟ بلونی نگم بدم به جاد رو پوشت که دیوونه. به خاطر این کارت 5 روز حقوق جریمه میشی. تا تو باشی دیگه از این غلطا نکنی. حالا برو یه گوشه بتمرد تا حال جا بیاد. برو یه رو پوش از تو اتاق آمیتی ورده بپوش. راجع به حقوق و جریمه اینجور چیزام من دستور میدم نه تو. از امرو من مدیر اینجا. تا حالت بده داری چرند میگی. من دیگه حتی یه دقیقه هم حاضر نیستم قیافه تو رو ببینم. حالا میرم پیش آمیتی و تکلیف تو یه سر. آره بابا آمیتی آمیتی حالا به چیز آمیتی واسه ما تو ببنده مرکبی نزاکت. آخ یه مردم هفت به من خورده فرمایش کردن. قربان قربان داری داشتی؟ راجع به توپل قربانی متکه دیوونه مست کرده. حرف جهان تو بفهم مرتی که دلن نمیخواد راجب اون اینجوری حرف بزنی. ولی قربان اون مست کرده، مرتب دریوری میگه و از دستورات سرپیچی میکنه. گوش کن مردک، توپل مدیر جدید کابره منه. از امروز همه شما باید به فرمان اون باشین. حالا برگرد سر کارت. من میخوام به افتخار امشب تا صبح مشروب بخورم. بله قربان، ولی قربان همین که گفتم. حالا برو گم شو، دیگه داری هارمو به هم میزنی. هرچی شما بفرمید قربان. یکی بیاد منی تر خوش کنه. کسی نیز اینجا و غزار بی اینجا. چه نبره که تو پول؟ چرا اونجا نشستی؟ از این بعد در شب میشینم. برو برای من مرگ و میوه و ویسکی ورده بیار. برو بابا حال نداری میبینم به من بگاه. از این شب پدر که در میرم هرچی من میگم ورده به من بگی. یه پرس ماهی ورده بیار. یه تا فیله. یه تا مرگ. ویسکی میبینم به چی. برو گمشون مرد که به دست رو بخواد. Yes, sir.
باشی. بابا اون شما جامعه چی زفا بردیم به فرمان بیشی کنم من بیبیرم اون نه این اول شما ببرم. نه 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 شما اول بفرمید بعد من میشه. نه اول شما ببرم. نه جان من نمیشه. بشین یالا بول جان نه گردم بشین یه عزیزم بشین یالا من بگم بگم بشین کشکی من بگم التماس به اون چه میگم مردونگی بی خود دویدی دل مردو تو اینجا رو زمونه چرا مهربونه مهربونه من دونم چرا دلهای سنده بگیرم به هم بگیرم خوش کردم این گیرازم با هم دیگه بخور به خودمون دوتا و شرکت جدید پس این گیلاس هم میخوریم به سلامتی خودمون و شرکت جدید دیگه خاطر گلمی تو میخواییم به سلامتی اونجایی که دلمون میخواد اما تو رو خدا دیگه برسه لاغل به من جارو چشم ما رو شنا میگی ما خیلی بیش از اینا رو شما حساب میکردی یه سکانه دیگه دل مردم جلال خاله تو به خود نیگاره که من زخم میده دارم گازی میده دارم فشار خون دارم قند دارم از آجور گفت و مرزی سهر ما به نارو میبرن اسم زرنگی بله چه شده گرفته تو پالا؟ بنده قربان یار دیگه قربان بنده از هر این حرف رو نیستم آره تو ببین ببین تو پال قرار شد بین من و تو هیچی پنهون نمونه مثل این که این زنه چشمای تو رو گرفته و مال تو این زن و هر چیزم که توی این کابره کار میکنه مال خوده نه بنده هر این حرفا نیستم گربا تو پل گفتم طرف رو بزه کنار زن پول هر چی که میخواد همش مال خود نه اینو چه دی میگم گربا آیا جدی میگم باور کن جدی گربونش با بیرم الهی فقط دست از سر من بر سام
خیلی خوب، من خواب بودم. پس تو چرا کارتو نکردی؟ تو خواب بودی، هفتیرت هم روی میز بود. من فکر کردم ممکنه یکی از اونا اونو وردارن و... من به اونا اطمینان دارم، نه، ولی به تو نه. واسه این که تو از من خوشت نمیاد، مگه نه؟ من همیشه تو رو دوست داشتم، همیشه هم دلم میخواست که تو آدم خوبی میشدی. اگه میذاشتم این مردم منو عینه و سیگار زیر پاشون له کنن یا از گرسنگی توی کثافت های اونای دیگه میمردم، آدم خوبی میشدم؟ مگه نیست؟ نه جانی، عصبانی نشو. من نمیخواستم تو رو عصبانی کنم. خیلی خوب، تو فکر میکنی یه آدم چجوری ممکنه خوب بشه؟ واسه خودت کاسب میشدی و یه لقمه نون حلال و بی درد سر میخوردی. آره، از تیغ آفتاب تا از اون مغرب مثل سگ جون میکندم، به یه لقمه نون بخور و نمیر 4 روز عمرمو سر میکردم، روزی 100 دفعه میمردم و صدام در نمی اومد. اون وقت آدم خوبی بودم. چرا منم نباس مثل خیلی های دیگه همه چی داشته باشم؟ پول، زور، قدرت و از صبح تا شب کیف کنم. من وقتی به دنیا اومدم به هیچ کس تعهدی نسپردم. تو خری تو پر. تو یه خر خنده داری. میدونی چرا؟ جواب بده! نه، نمیدونم. واسه این که تو همین الان میتونستی منو بکشی اما نکشتی، حالا فهمیدی چقدر خری؟ آخه چرا من باید تو رو بکشم؟ واسه این که خودتو خلاص کنی. کشتن من برای تو جرم نیست، شاید دست خوشم بهت میدادن. داداش، تو از من بدت میاد؟ درست نمیدونم، ولی بعضی وقتا حالمو به هم میزنی. تو خوار و ذلیلی، تو میترسی، یادته؟ اون وقتایی که با هم کار میکردیم، من هر کاری کردم یه چیزی بشی عوض بود. آخرش هم نزدیک بود همه اونو به کشتن بدی. من 5 سال تو زندان بودم، 5 سال برای خاطر تو. تو یه دفعه نیومدی. من فراری بودم. تو هم میتونستی در بری، اما وایستادی و خودتو تسلیم کردی. اگه نمیترسیدی و تو نمیزدی، ما با هم میتونستیم خیلی پولدار بشیم. اینم بدون اگه مجبور نبودم به سراغت نمیومدم. من میخوام زنده بمونم، اما اینجا نمیشه. بعد از اینجا برم یه گوشه دنیا قاچاقی نفس بکشم. علی تا جانی، من دلم نمیخواد تو گیر بیفتی، این راست میگم. جانی، تو امروز صبح آره، تازه یه نفر دیگه هم هست که فردا میرم سراغش. اونم؟ آره، اونم.
یه بور صدا تو پیر خرفت که نفس بکشی به درک واصلت میکنم. نه جانی، تو رو خدا نه، من تو رو لو ندادم. ما با هم رفیقیم. ببین جانی، ما با هم رفیقیم. التماس نکن، هیچ خوشم نمیاد. هر کاری بگی میکنم جانی، فقط منو نکش، به من رحم کن جانی. خیلی خوب، حالا بگو پولا و جنسا کجاست؟ من نمیدونم، باور کن روحم هم خبر نداره جانی. تو اشتباه میکنی، چیزی پهلوی من نیست جانی. دروغ میگی ساک پدر. پس حاضر نیستی معامله کنی؟ داری مجبورم میکنی که؟ نه نه، صبر کن جانی، خیلی خوب بهت میگم. پیر ساک. خیلی خوب، اما باید به من قول بدی که منو نکشی، واسه که من تو رو لو ندادم. اونا این کاری کردن، اونا به منم چالش زدن. دروغ میگی مثل سگ. زود باش حرف بزن. اینم بدون که اگه بخوای دروغ بگی میکشمت. وای به حالت اگه دروغ گفته باشی. حرفامو باور کن، من که به تو چلچ نمیزنم، واسه این که میدونم تو منو میکشی. مگه نجانی منو میکشی؟ آره میکشمت. حاضرم قسم بخورم پولا و جنسا اونجا، صحیح و سالم، بی کم و کاس. من از دست اونا گرفتم و قایمش کردم. تو که دیگه منو نمیکشی آره؟ به خودت وعده نده قرم ساق. ولی تو قول دادی. میزنم زیر قولم. پلیسا کارخونه رو مراقبن، جانی تو گیر میافتی. فکرشو کردم ساک پدر. سوختم. پس نامرد زش کشم نکن، خلاصم کن. بکش خلاصم کن، زش کشم نکن، منو بکش. نمیشه معطل شد، داره گندش در میان. رئیس، پلیسا بو بردن. از این میترسم که یهویی بریزن و عینه و مور ملخ روزگارمون سیاه کنن. قبل از این که مثل آبکش سوراخ سوراخمون کنن، باز بزنیم به چاک. فهمیدیم؟ داره فهمیدم که حل پوک. اما این کار اونقدر ساده نیم. ما نه پول داریم نه وسیله. از اینکه اینجا بشینیم و دست رو دست بذاریم دردی دوا نمیشه. پول که سراغ ما نمیاد، ما باز بریم به سراغ پول. آره، ولی این یادت باشه که تا پامون از خونه بذاریم بیرون، پلیسایی که خونه رو تحت نظر گرفتن کلکمونو میکنن. پس چی کار باز کرد؟ همینجا بشینیم و منتظر سرب داغ بشین؟ میتونیم گالته ببنده یا پاشم درش گل بگیرم. همیشه فکر میکردم یه روز یه کار درست حسابی آبونوندار بکنم و بعدش بذارم کنار و برم یه گوشه دنیا، یه زندگی آروم و بی سر و صدا
بی ترس و وحشت واسه خودم درست کنم. گوشه دنیا که هیچکی منو نشناسه، که پلیس هم دنبالم نباشه و مجبور نباشم خودم قایم کنم، زن بگیرم، بچه دار بشم، تا آخر عمرم راحت و بی درد سر زندگی کنم مثل همه مردم. ولی حالا پیه همه چی رو به تن خودم مالیدم. الانم دیر نشده، ما فقط باز خودمون رو به پولا برسونیم. حال پلیس نباید در هیچ معمایی گم بشه. من دستور تازه‌ای برای شما دارم. هم بفرمایید. هرچه زودتر دستور بدین خونه اون گارسون رو بگردن. من مایلم بدونم در طول این مدت چی کار میکرده و کجا بوده. باید شما اونو بگیرین و ازش بازجویی کنین. در ضمن ببینین برای اثبات گفته‌هاش دلایل و شواهدی داره یا نه. به نظر من کلید این معما زیر زبون همون گارسونه. اطاعت قربان. ضمناً به عرضتون میرسونم اون گارسون از وقتی که آزاد شده مرتباً مراقبت میشده قربان. بسیار خوب، منتظر گزارش شما هستم. این یه دستور فوریست، بگیرید. اطاعت قربان، امری نیست؟ میتونید برید. توپل، توپل بیا در باز کن، من سلام. به به، نونوار شدی. حالتون چطوره؟ خوبم، خیلی خوبم، مخصوصا حالا که پیش تو هم خیلی خوشحالم. تو چطور؟ منم همینطور. میدونی تو پل، من دیدم هر وقت به خودت میگم بهانه میتراشی. راستش منم دیگه نمیتونستم صبر کنم. آخه من مجبور بودم. خب دیگه منم مجبور شدم. آخه مگه قرار نیست ما با هم عروسی کنیم؟ عروسی؟ آره. خب مگه چه عیبی داره که پیش هم باشیم؟ آره، هیچ عیبی نداره. به به، چه خونه ای. آخه ببینم، تو امروز یه کمی عوض نشدی؟ ها؟ صدات، هیکلت یه کمی فرق کرده، حتی طرز حرف زدنت. تو فکر نمی کنی؟ یعنی میخوام بگم چرا یه خورده میدونی من سرما خوردم، لباسم هم عوض کردم. آها. همینا فکر تو رو عوض کرده. شاید. خیلی دلم میخواست خونت رو ببینم. خب حالا که دیدی نظرت چیه؟ خب ببین، من خودتو میخوام، نه خون زندگیتو. حالا که ما دوتا تنها هستیم دلم نمیخواد با حرفای بی خودی وقت بگذرونیم. تو نمیخوای بیای پیش من بشینی؟ چرا؟ ولی ممکنه هر لحظه یک نفر سر برسه. خب درو ببن. درو باز کنید. پلیس!
در باز کنید پلیس. در باز کنید پلیس. پلیس؟ حتما باز دوباره میخوان یه چیزایی بپرسن. لطفا در باز کنید پلیس. سلام. سلام توپو. امیدوارم مزاحم نشده باشم. این فقط یه بازرسی مختصره. اختیار داره قربان، این منزل متعلقه به خودتونه. خیلی خوب تو کن. دقیقا میتونی بگی این دو روزه کجا بودی و چی کار میکردی؟ خب معلومه، شبا تو کاباره و روزام تو خونه. فقط یکی دو دفعه برای خرید رفتم بیرون و برگشتم. من میخوام بدونم دقیقاً چه ساعتی کجا رفتی و اسم و آدرس محلها و شواهدی که تو رو دیدم برای من بنویسی. بسیار خوب، بونه ای نداره. بسیار خوب، پس من منتظرم. یه صورت واسه تو بنویسم. چیز قابل توجهی به چشم نمیخوره. بسیار خوب. توپل، امیدوارم که هیچ وقت به پلیس دروغ نگی، متوجه که هستی؟ مطمئن باشی قربان. آه، یه چیز دیگه، تو گفتی یکی دو نفری مهمون داری، اسم و مشخصات اونا رو هم باید خیلی زود برای ما بنویسی. مطمئن باشی. روز بخیر. روز بخیر. خوش اومدین. به سلامت. به سلامت. خیلی راحت شدم. تو پر بازم از همیشه یه مای ساله جور و واجور همینجوری از ما کردن. دلم میخواست این قاتل بیشرف رو دستگیرش میکردن تا همه از شرش راحت بشن. چه؟ تو بازم که داری سیگار میکشی، مگه قرار نبود دیگه سیگار نکشی؟ سیگار؟ آره میدونی من خیلی ترسیدم. نه توپل، تو به من قول دادی که سیگار نکشی و حالا زدی زیر قولت. تو نباید سیگار بکشی. خیلی خوب. مرسی. اینم به خاطر تو خاموشش میکنم. خب حالا دیگه باید برم. آخه چرا؟ آخه میدونی چند تا دوستای من میان اینجا، من نمیخوام تو رو اینجا ببینم. اوکی، به خوشگی شانس. اصلا یه چیز دیگه، امشب باز با من باشی، دیگه نمیذارم بیایی خونه. باشه، امشب پیش تو میمونم. حالا دیگه بار میخوای من بیام دنبالت؟ نه، خودم تو کاره میمونم. پس یه دفعه دیگه منو ببوز. ناغلا. خداحافظ تو پر. خداحافظ. کریم در رو باز کن. اونای دیگه کجا؟ بیرون تو ماشین پشت ساختمون دارن کشیک میزن، همه سر پستاشون خیال کنن پلیسا بو بردن. چند فقره از اثر انگشت اون گارسون رو دوباره گرفتیم. خیلی خوب، اونا رو بدیم به انگشت نگاری و نتیجه رو فوراً به من اطلاع بدید. بسیار خوب قربان، حداکثر تا 20 دقیقه دیگه حاضر میشه. متشکرم قربان. تحقیقات لازم در مورد حرفای اون گارسون به عمل اومد، تمام اظهاراتش درسته. چیز عجیبیه، این غیر ممکنه. حتماً یک نکته ابهامی تو این پرونده هست. همینطوره قربان، من فکر میکنم شاید اون اول میخواسته پلیس رو گمراه بکنه، ولی عکسایی که از جانی در پرونده هست با این مرد مطابقت میکنه قربان. مشکل همینجاست، عکس‌ها مطابقت میکنن، شواهد شناسایی میکنن، ولی اون مرد گارسون یک کاباره است و اصلا انگشتش مطابقت نمیکنه. در ساعات جنایت یا در خونه بوده یا در کاباره. برای ما مسلمه که اظهارات اون درسته و هیچ دلیلی برای توقیف اون نیست. قربان امری نیست؟ خیر، فقط نتایج آثار انگشت رو بگیم فوری به من بدن. اتار مچکر.
توپل دلم میخواد بدونم حرفایی که دیشب با هم زدیم یادت هست یا نه؟ آره یادم. خیلی خوشحالم. خیلی خوب توپل، حالا خوب گوشاتو باز کن ببین چی میگم. تو آدم زرنگی هستی و الان بزرگترین فرصت زندگی تو داری به دست میاری. فرصت برای پولدار شدن، پولدار شدن به معنی واقعی، رقمی در حدود 3 میلیون. اما به دست آوردن این پول بستگی مستقیم به خواست خود تو داره. ممکنه بیشتر توضیح بدین؟ ببین توپل، تو باید با امکاناتی که داری حدود 20 کیلو گردو از محلی که من تعیین میکنم تحویل بگیری و در مکانی که بعداً به اطلاع میدم تحویل بدی. و من چون میدونم که تو چقدر آدم زرنگی هستی، فکر کردم این معامله رو به دست تو انجام بدم و سود و منفعت اونو با هم تقسیم کنیم. خیلی خوب باشه، ولی من میخوام بدونم که این جنس ها کجا میاد و به کجا میره و قیمت کلی اون چقدره. محل مبدأ و مقصد رو بعداً میفهمیم. بعد از شروع به کار دستورات به صورت رمز داده میشه. گوش کن آقای مدیر، من برای انجام این کار 50% از استفاده رو میخوام، اونم نقدن. با 30% معامله تمومه؟ من اهل چونه نیستم. فکراتو بکن، اگه خواستی خبرم کن. خیلی خوب، قرارداد بسته شد. من همیشه نصف قیمت کار جلو میگیرم. باشه، ولی اینم بدون که باید از همین امشب دست به کار بشین. باشه. از همین امشب. بس بیه قربان. انگوش نگاری نتیجه؟ قربان نتیجه مثبته. اثر انگوش روی گلاس ها و عکس ها کاملا با اثر انگوش در پرونده جانی مطابقت میکنه و جایی هیچ شکی نیست. کافیه سربان، حالا اون کجاست؟ الان باید توی کاباره باشه. عجله کنید، به تمام واحد های نزدیک منطقه دستور بدیم برن اونجا. اطاعت قربان. ضمناً دستور بدیم برای من ماشین حاضر کنم. اطاعت قربان. با هم بیدیم. چشم. باید نه. آره، باید از اینجا بزنیم بریم. نمیتونیم اینجا بسیم و پیر خود بیجا خود کنیم. میگم که یعنی میخوام بگم پس اونایی دیگه کوشن. رئیس ما فکر کردیم که از اینجا دیگه جدا بشیم و هر کی برسی خودش. شما یه چیزی بگو. نظره چیه؟ اینطوری بهتر نیست؟ احتمال گیر افتادنش کمتره رئیس جون. رئیس که منو میگه شاب گو گوشتم و این کلواده دادم دیدم رئیس آخه یه چیزی بگو، اینجوری بی خود ساعت جلوان هستا. من چه غلطی میتونم بگو؟ ما تصمیم خودمونه گرفتیم، باز جدا بشیم رئیس جون. آره باز جدا بشیم. هر چی میخواد بشه بشه، باز جدا بشه. میخوان جدا بشین؟ بس حالا من چی گوگلو؟ من چی غلطی بگونم؟ من بدبخت چی؟ رئیس اومد تو کنه کمی زود اومد اکه بابا بلا باز چیگاه کرد؟
حالا با هم چیکار کنیم رئیس؟ بکشیم. نمیخویستم این کارو بکنم، اما مجبورم کردیم، مجبورم کردیم. فکرم اینطوری راحت میشیم، واسه همیشه راحت میشیم. از این سرگردونی و نجبت نجات پیدا میکنیم. نمیدونم کار خوبی کردم یا نه. آخه یه چیزی بگو، یه چیزی بگو، درو خدا. نمیدونم، از من بدت میام، از من متنفری. اما چوری نداشتم. حرف بزن، تو خدا حرف بزن. تو باید فکرشم نکن. این تقدیره، سرنوشته. نمیشه عوضش کرد. باز اینجوری تمام میشد. مهم نیست. من اصلا از تو دلخور نیستم. تو باید یه قول بهت میدی. چه قولی؟ بهم قول بده که همیشه همینطور که هستی باشی، عوض نشی. سر طولا که خودت باشه پسر، واسه خودت زندگی کن، توقعت زیاد نباشه، تا زنده بمونی. به قول بده که زن بگیری و بچه دار بشی. دلم میخواد اگه بچه اولت پسر بود اسم من روش بذاری. بهم قول بده. حالا بهت قول میدم، اسمشو میذارم جلال، اسمشو میذارم جلال.
یعنی رئیسه؟ آره آره بابا خودشه خودشه تو اشتباه میکنی تو از فردا همه چیز شروع میشه از فردا من و تو با هم شروع میکنیم حالا دیگه بلند شو تو بلند شو بلند شو